سلام، من سحر هلمی هستم و این پادکست رو برای پروژه پایانی دوره سمینارهای موسیقی معاصر MMC تهیه کردم. مطالبی که توی این پادکست مطرح می‌کنم خلاصه ای از مباحثی که توی این دوره مطرح شد و همینطور از مطالعه مقاله هایی که بهمون معرفی شده و قطعاتی که برای دیدن و شنیدن بهمون معرفی شده و برداشت خودم از ارتباط اونها با هم دیگه و همینطور سوالهایی که در مورد اونها در ذهنم شکل گرفته رو هم مطرح خواهم کرد. اولین موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم مدل‌های مختلف و سطح‌های مختلف شنیدنه که به نظرم مخصوصا توی موسیقی معاصر میتونه به ایده هایی که در واقع دونستن اینها میتونه به ایده هایی که در ذهنمون شکل میگیره برای ساختن قطعاتمون کمک بکنه. خیلی میشل شیون سه مدل رو برای شنیدن مطرح میکنه. یکیش causal listening که یعنی ما ببینیم عامل تولید کننده صدا چیه. مورد دوم سمانتیک لیسنینگ که یعنی توی اون چیزی که میشنویم به دنبال معنا میگردیم. سومین مورد ریدیوست لیسنینگ که در واقع توجه به ماهیت خود صدا هستش. پیر شفق هم چهار مدل رو، مدل شنیدن رو معرفی میکنه. اولیش تو لیسن که یعنی ما یه وقوع اتفاق رو متوجه میشیم. مورد دوم تو پرسیف هست که یعنی اون رو به منبعش وصل میکنیم و ما اینجا میتونیم یک معنی رو هم بگیریم. مثلا بخوام مثال بزنم، یه صدای شکستن شیشه رو ما ممکنه بشنویم که اول خب میبینیم که متوجه میشیم یه اتفاقی افتاده و در مرحله بعد اینو میتونیم به منبعش وصل کنیم، مثلا حدس بزنیم که یک لیوانی احتمالا افتاده و مثلا حالا شکسته. مورد سوم تو هیر، این خیلی به فرد بستگی داره و فرد به فرد متفاوته، بسته به فرهنگ، بسته به دایره شنیداری و حالا خیلی چیزهای دیگه. در واقع به کیفیت صدا بیشتر توجه میشه. مثلا یه نوازنده پرکاشن ممکنه یک قطعه رو بشنوه و توی اون بیشتر به ریتمش، اتفاقای ریتمیکش توجه کنه، یا یک فرد دیگه ای ممکنه به تمبرش بیشتر توجه بکنه و خلاصه توی افراد مختلف این متفاوت اتفاق میافته. مورد چهارم تو آندرستند هستش که در واقع اینجا ما هم یک مفهوم و معنای رو احتمالاً میگیریم. مثلا توی یک جمله وقتی کلمات کنار هم دیگه میان، ارتباط اونها با هم دیگه باعث میشه که ما یک مفهومی رو از اون جمله دریافت بکنیم که خب اگر این کلمات با هم دیگه مرتبط نباشند ما احتمالاً مفهومی رو از اون جمله دریافت نمی کنیم. توی موسیقی هم همینطوره. حالا اون قسمت‌های مختلفش که کنار هم هستش باعث میشه که ما یک مفهومی رو از کل اون بگیریم و یا عدم وجود این ارتباط میتونه برعکس عمل بکنه. To understand و to listen objective، یعنی که همه میفهمنش، بستگی به برداشت شخصی افراد نداره. اما to perceive و to hear این فرد به فرد میتونه متفاوت باشه، همونطور که گفتیم به مسائل مختلفی میتونه مرتبط باشه اون برداشت، به فرهنگ، به دایره شنیداری و مسائل مختلف دیگه. از طرفی تو لیسن و تو پرسیف کانکریت هستن، یعنی منبع داره. مثلا یه مداد میفته زمین و همه متوجه میشیم این صدایی که اومده صدای افتادن مداد روی زمینه. همینطور تو هیر و تو اندرستند ابستراکته، یعنی ما منبع رو نمیدونیم، داریم یه چیز انتزاعی رو توضیح میدیم در واقع. حالا تصور میکنم که خیلی از آهنگسازان معاصر با در واقع دونستن این لیول های مختلف شنیداری و اتفاقی که در ذهن شنونده یا حالا بیننده یه اثرشون میفته
قطعات مختلفی رو ساختن و ما با عنوان آهنگساز میتونیم با فکر کردن در مورد اینها ایده های مختلفی رو برای ساختن قطعاتمون داشته باشیم. مثلا میتونه یک قطعه باشه که یک صدایی رو توسط یک ساز بادی برنجی داریم درست میکنیم و شنونده اون رو میشنوه، یعنی تشخیص میده که این صدا از یک ساز بادی برنجیه و در واقع اینطور هست اولش. بعد میایم با تکنیک هایی که اسپکترال میوزیک در اختیارمون قرار داده و با اون نگرش این صدا رو از یک منبع دیگه ای تولید میکنیم و حالا اینها رو به هم دیگه میتونیم وصل بکنیم و وقتی که کم کم شنونده متوجه میشه که این منبع تولید صدا یک ساز بادی برنجی نیست و مثلا یک چیز دیگه است، تصور میکنم که این لول شنیداریش تغییر میکنه، احتمالا با دقت بیشتری داره گوش میده و خب ما حالا میتونیم از این مسئله استفاده بکنیم و قطعه رو پیش ببریم. یا یه ایده دیگه‌ای که میتونیم با دونستن این سطح‌های مختلف شنیداری داشته باشیم اینه که مثلا در مورد تو پرسیو میتونیم برداشتی که شنونده از یک صدا میتونه داشته باشه رو به چالش بکشیم. حالا این جدای از این که توی موسیقی میتونه خیلی ایده‌های مختلفی رو در ذهن ما شکل بده، به نظرم از اون جنبه فراموسیقاییش هم میتونه خیلی خیلی جذاب باشه که با یه قطعه که با این نگرش میسازیم اصلا میتونیم توی شنونده این رو به چالش بکشیم که درک ما از اون چیزهایی که میشنویم میتونه خیلی متفاوت باشه از اون چیزی که واقعا هست و این میتونه اصلا یک چیز قطعی نباشه و تغییر بکنه. مثلا وقتی که ما یک صدای رو میشنویم که از حجم صوتی و دینامیک کمتر داره میره به سمت حجم صوتی و دینامیک بیشتر و بعد یک اتک رو مثلا میشنویم، احتمالا برداشت میکنیم که یه جسمی از دور داره میاد به سمت ما و مثلا حالا اون اتکه میتونه انفجار یا انبساط اون جسم رو تو ذهن ما تداعی بکنه. حالا اگر بیایم این رو به چالش بکشیم میتونیم ایده های مختلفی رو داشته باشیم. مثلا توی میکس میوزیک یا کارهای ویژوال ما میتونیم یک تصویری رو با این صدا همراه بکنیم که مخالف اون برداشتی که احتمالاً ما داریم عمل میکنه، یعنی به جای اینکه یک تصویر به ما نزدیک بشه و بعد حالا منبسط بشه، یک تصویر رو داشته باشیم که داره از ما دور میشه و بعد اون اتکه برعکس انتظار ما داره مثلا کوچیک‌تر میشه یا یک جسمی که داره منقبض میشه. حالا ما میتونیم باز همین ایده رو هم باز جلوتر ببریم و مثلا وقتی که این کار رو چند بار تکرار میکنیم شنونده و بیننده توی اون قطعه میپذیره که این صدا دیگه با این تصویر همراهه. حالا باز میتونیم همین رو هم به چالش بکشیم و از اون حالت قابل پیش بینی بودن خارجش کنیم و یک دفعه همون صدایی که انتظار داشتیم در قبل رو دوباره بشنویم، یعنی صدا از ما، یعنی صدا به ما نزدیک بشه و بعد مثلا منبسط بشه. خب الان میخوام یه مختصری در مورد سپکترال میوزیک توضیح بدم که بیشتر این مطالبی که میگم از مقاله Guide to the Basic Concepts and Techniques of Spectral Music از جاشوا فاینبرگ هستش. بیشترین تغییری که توسط آهنگسازان سپکترال اتفاق افتاده تولید ساختارهای موزیکال هارمونیک و تمبری بر اساس ساختارهای فرکانسه. بعضی از ساختارهای فرکانسی ابسترکت هستند، مثل سریهای هارمونی، و بعضی هاشون هم بر اساس آنالیز صداهای طبیعی هستند. توی این تکنیک از ساده ترین جزء صدای استفاده میشه، یعنی ساین ویف. در واقع هر صدای تناوبی رو میتونیم به تعدادی موج صوتی تجزیه بکنیم و همینطور میتونیم با ترکیب این واحدهای ابتدایی اون صدای اصلی رو بازسازی بکنیم.
تکنیک ادیتیو سینتزیس این اصل رو برای ایجاد صداهای پیچیده از طریق ترکیب تعداد زیادی از صداهای ابتدایی یا ساین ویف به کار میگیره. این تکنیک خیلی قدرتمنده، ولی خب در واقع ما توی تئوری میتونیم هر صدایی رو به این طریق بسازیم، اما در واقع در عمل به این آسونی ها نیستش. تعداد اجزای مورد نظری که ما برای ساخت یک صدا از این طریق نیاز داریم خیلی زیاده و در واقع اطلاعاتی که میخوایم برای تولید اون معمولاً قبل از مخصوصاً وجود ابزارهای آنالیز اتوماتیک خیلی به دست آوردنش کار سختی بوده. بزرگترین و موندگارترین فایده این تکنیک مفهومیه. این یک راه روشن و شهودی رو بر ما باز میکنه در درک بهتر شنیدن و ساختن صداهای مختلف. توسط دقیق شنیدن هر صدایی امکان این که اجزای جدای اون رو بشنویم بر ما فراهم میشه و با اضافه کردن صداها به هم دیگه هم میشه صداهای یک پارچه دیگه با حالا تمرهای مختلفی که مد نظر داریم رو تا حدودی بسازیم. شاید مهمترین ایده‌ای که از اسپکترال میوزیک اولیه پدیدار شده ایده سازی یا ارکستری این تکنیک بوده. استفاده از مفهوم ادیتیو سینتزیس و ساختن صداهای پیچیده از کنار هم گذاشتن اجزای کوچکتر اون یک نگرش جدیدی رو درباره آهنگسازی، ارکستراسیون و هارمونی برای آهنگسازان اسپکترال به وجود آورده. خب این ایده قرار اینطوری کار بکنه که پس ما یک صدایی داریم، این رو میایم به اجزای کوچیکتری تجزیه میکنیم و ویژگی های هر کدوم از این اجزا رو تحلیل میکنیم و حالا میایم هر کدوم از این قسمت های کوچیکتر رو بین سازهای مختلف ارکستر و یا گروه های مختلف سازی حالا با توجه به اون ویژگی هایی که هر کدوم از اینا دارن پخش میکنیم و بعد قراره که دوباره نتیجه نهایی یک صدای شبیه به صدای اولیه با حالا تمرین مشابه به اون باشه. البته صدایی که بر اساس این تکنیک ساخته میشه با اون مدل پایش متفاوته و خب دقیقاً عین همون نیست، اما الهام گرفته از اونه و تنوعی رو همراه با خودش میاره که ما میتونیم از اون خیلی استفاده بکنیم. در توضیح بیشترش بخوام بگم، زمانی که فرض کنیم ما یک صدایی رو داریم که میخوایم این رو بازسازیش بکنیم، میایم این رو به اجزای کوچیکتر تقسیم میکنیم و هر کدوم از این جزءها رو به طور مثال بین به یکی از سازهای ارکستر میدیم. وقتی که اون ساز داره این جزء کوچیک رو اجرا میکنه، درون خودش دوباره این اتفاق میفته به همین ترتیب، یعنی دوباره اجزای کوچیکتری داره و خب بنابراین وقتی که اینها کنار هم دیگه با هم دیگه صدا میدن یک پیچیدگی بیشتری رو درست میکنه و یک صدای پیچیده تری رو در واقع درست میکنه. این پتانسیلی که وجود داره که میشه یک مدل یکسان رو برای تولید یک صدای سنتز شده و هم صدای ارکسترال به کار ببریم، یه دلیلیه برای این که ما میبینیم قطعات الکتروآکوستیک، یعنی ساختن قطعات الکتروآکوستیک برای آهنگسازان اسپکترال نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه. حالا یک توضیح مختصری در مورد سری های هارمونیک میخوام بدم. سری های هارمونیک یک پدیده صوتی ریاضی هن که خیلی سال پیش شناخته شده بودن که در واقع به وسیله اعداد صحیحی میان رابطه بین فرکانس فاندامنتال و بقیه اجزا یا پارشال ها رو مشخص میکنن. در مطالعات اولیه این پدیده تولید هارمونیک ها توی یک مونوکورد پیدا شده بود، ولی خب بعدن تونستن تشخیص بدن که این ساختار داخل یک پیچ نوت هم وجود داره. معادله تولید پارشال های هارمونیک از فرکانس فاندامنتال هم به این شکله که فرکانس مساوی رنگ ضرب در فاندامنتال،
که رنگ یک عدد صحیحه که عدد پارشال رو مشخص میکنه و هم فاندامنتال و هم فرکانس هم با واحد هرتز هستند. مثلا به طور مثال اگر فاندامنتالمون 440 هرتز باشه، پس پارشال دومش رو فرکانسش رو میتونیم اینطوری به دست بیاریم، 440 ضرب در 2 که میشه 880 هرتز، یا پارشال سومش رو میتونیم اینطوری به دست بیاریم که 440 ضرب در 3 که میشه 1320 هرتز، و همینطور پارشال های دیگر رو میتونیم اینطوری حساب کنیم. حالا برای اینکه این فرکانس ها رو همسان سازی کنیم با پیچ های موسیقایی، باید اونا رو تقریبی بگیریم به نزدیکترین رزولوشنی که در دسترسه. پیچ ها معمولاً به وسیله ترکیب اجزای صدایی یا همون پارشال های شکل می گیرن که متعلق به یک سری هارمونیه که فاندامنتال اون داره به عنوان پیچ شنیده میشه. امپلیتود های وابسته این پارشال ها توی اون لحظه و تغییرشون در طول زمان رنگ و تمبر اون صدا رو تعیین میکنه. سازهای کلاسیک غربی از جهات مختلفی پردازش شدن که اسپکترای داشته باشن که خیلی به اون هارمونیک اسپکترای خالص نزدیک باشه که وضوح اون صداها و پیچشون تشخیص داده بشه. اما به هر حال به خاطر سیستم فیزیکی تولید صدایی که دارن، صداها هیچ وقت به طور کامل هارمونیک نیستن. معمولاً اجزای یک نویز هم داخلش وجود داره. مثلا وقتی که نوازنده یک ساز بادی داره یک نوتی رو اجرا میکنه، صدای نفس اون نوازنده هم نویزش در واقع توی اون وجود داره، یا اینکه صدای خراش آرشه روی ساز وقتی که یک نوازنده یه ساز زهی داره یک نوتی رو اجرا میکنه، و حالا مثال های دیگه. یکی از جنبه های تعریف شده تمبرهای سازی و یا کاراکتر متفاوت صوتی توی رجیسترهای مختلف یک ساز، دامنه های مرتبط پارشال های متفاوت اونه. به طور مثال فاندامنتال ضعیف فلوت در رجیسترهای پایین تر تمرکز روی پیچ اون رو کاهش میده و باعث میشه که این نوت توی این رجیستر کمتر شنیده بشه و راحت تر توسط بقیه سازها پوشیده بشه. مثال از این دست البته زیاده. مثلا یک اسپکتروم کلارینت روی پارشال‌های فردش تأکید داره، یا یه فورتیسیمو یه ساز بادی برنجی تمایل داره که روی پارشال‌های دیسونانس بالایی مثلا هفتم یا نهم تأکید بیشتری داشته باشه، و این یک دلیلیه که ما یک صدای به اصطلاح برسی رو میشنویم و میشناسیم. خب پس در نتیجه ما میتونیم با استفاده از این تکنیک و اینکه این ویژگی‌ها رو بدونیم، بیایم این اجزا رو همونطور که در قبل گفتم، مثلا به طور مثال توی یک ارکستر بین سازهای مختلف با توجه به ویژگی هایی که این اسپکترومی که میخوایم بازسازیش کنیم داره پخش بکنیم، و مثلا حالا اون پارشال هایی که روش تاکید بیشتری شده رو تاکید بیشتری بکنیم و این رو در واقع به این شکل بازسازی بکنیم و تمری نزدیک به تمر مورد نظرمون رو بسازیم. حالا یکم در مورد فورمانت توضیح بدم که این هم میتونه خیلی ایده های متنوعی رو برای آهنگسازی در ذهن ما شکل بده. وقتی یک بدنه فیزیکی مرتعش میشه، در واقع مثل یک فیلتر عمل میکنه، یعنی روی بعضی از فرکانس ها تاکید میشه و باعث میشه که بعضی ها رو ضعیفتر بکنه. برای بیشتر سازها این یک ویژگی ثابتشونه، و خب این یه دلیلیه که چرا یک ناحیه مشخص فرکانسی صرف نظر از اون نوتی که داره نواخته میشه برجسته میشه و یا اینکه پوشیده میشه.
در یک بستر سازی فورمانت ها یکی از سرنخ های اصلی هستند که به ما این امکان رو میده که بفهمیم نوت های بالایی و پایینی یک ساز به طور مثال داره از یک منبع تولید میشه. بدون این ما احتمالاً مثلا رجیستر شالومو یعنی رجیستر پایین و یا کلارینو یعنی رجیستر وسط و بالای کلارینت رو فکر می‌کردیم که داره از دو تا ساز مختلف ساخته میشه. انسان‌ها هم با استفاده از فیزیک لب و دهنشون فورمانت‌های مختلفی رو می‌سازن که همون حروف صدادار در واقع ا ا او ا ای، این همون عمل کردیه که باعث میشه ما این حروف صدادار مختلف رو بشنویم و بسازیم. در واقع هر حرف صداداری با کاراکتر فورمانت خاص خودش تعریف میشه که میتونه با هر پیچی تولید بشه و خب ما میتونیم این ویژگی رو به عنوان یک المانی که بهش فکر بکنیم در قطعاتمون و در صداهایی که داریم میسازیم برای یک قطعه در نظر بگیریم و ازش استفاده بکنیم. توی میکست میوزیک هم ما میتونیم از این مفهومی که توی اسپکترال میوزیک داره استفاده کنیم، اون نحوه شنیدنی که این تکنیک به ما یاد میده میتونیم استفاده بکنیم که میتونه به صورت لایو اتفاق بیفته. به طور مثال یک نوازندهی که چیزو اجرا میکنه و به صورت زنده یک پروسه انجام میشه توی موسیقی، توی بخش الکترونیکش. و خب ما برای این نحوه نگارش و اون چیزهایی که آماده کنیم برای ساخت یک قطعه، یک میکس میوزیک، یه صفحه تکنیکال ستاپ احتیاج داریم که توی اون تکنیکال نیدزمون رو می نویسیم. مثلا توی صفحه اول لوازمیو که برای اجرا احتیاج داریم، مثلا برای اینکه توی استودیو ریکورد بشه یا به صورت لایف اجرا بشه، رو توی این صفحه میتونیم بنویسیم و توضیح بدیم. حالا یکم در مورد کارهای ویژوال میخوام توضیح بدم. توی این قسمت ما باید بیشتر در مورد تأثیری که تصویر بر روی صدایی که ما میشنویم و برداشت ما از اون صدا میگذاره بدونیم. تحقیقهایی وجود داره و مقالاتی نوشته شده در رابطه با این موضوع که اون تصویری که ما میبینیم از در واقع صدایی که داریم میشنویم چه تأثیراتی رو میتونه بر روی ذهن ما و درک ما از اون بگذاره. به طور مثال یعنی یک قطعه موسیقی رو میشنویم و تصویری که از اون نوازنده داریم میبینیم چه تأثیر رو میتونه روی ما داشته باشه. بعد ما میتونیم از این مسئله استفاده بکنیم و ایده بگیریم برای ساخت قطعاتمون و به نظرم باز میتونیم این رو ترکیب بکنیم با همون سطح‌های مختلف شنیدنی که در موردشون صحبت کردیم و ایده‌های مختلفی رو داشته باشیم. مثلا ما تصویری از یک نوازنده‌ای رو میبینیم که داره یک صدای رو تولید میکنه و ما منبع اون صدا رو تشخیص میدیم که اون نوازنده هستش و اون ساز، اما در واقع اون صدا از یک منبع دیگه‌ای درست بشه یا در جایی از قطعه این اتفاق بیفته که اون حالت پیشبینی قابل پیشبینی بودنش رو از بین ببره و کارهای شبیه به این. سیمون اندرسون قطعاتی رو داره با عنوان Study for String Instruments که توی اون از این ویژگی و از این مفهوم برای ساخت قطعاتش استفاده کرده که البته در جای اشاره میکنه که در ابتدا قصدش از ساختن این قطعات این نبوده که در واقع کار ویژوال باشه، اما خب بعد این اتفاق میفته و بعد توی خیلی دیگه از قطعاتش از این استفاده میکنه. حالا میخوام یه جمع‌بندی داشته باشم از اون چیزی که تا الان در موردشون توی این پادکست صحبت کردم. ما به بعضی از شاخه‌های موسیقی معاصر و نحوه آهنگسازی و نگرش‌هایی که وجود داره اشاره کردیم.
اگر که ما بخوایم با این نگرش آهنگسازی بکنیم و توی قطعاتی که می نویسیم چنین ایده هایی رو داشته باشیم، احتمالاً فکر میکنم باید ابزارهایی که برای نوشتن، برای اجرا و بخشهای مختلف ساخت اون قطعه استفاده میکنیم تغییراتی بدیم و یک بازنگری هایی داشته باشیم. به طور مثال توی نحوه نوت نگاریمون، توی ابزاری که باهاشون صداها رو قراره تولید بکنیم، سازها، توی تکنیک هایی که میشه برای نوازندگی استفاده کرد، بسته به قطعمون اگر قرار قطع رهبر داشته باشه، توی نحوه رهبری کردن قطعات و غیره، احتمالاً نیاز هستش که یک شیوه های متفاوتی رو امتحان بکنیم. مثلا در مورد نوت نگاری، من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلی که ما نوت نگاری میکنیم قطعاتمونو اینه که بتونیم اون ایده ها رو با نوازنده یا نوازنده ها در واقع یک پل ارتباطی باشه بین آهنگساز و نوازنده یا نوازندگان، برای اینکه اون ایده ها رو اجرایی بکنن و بشه خیلی راحت تر این اتفاق بیفته. ولی خب توی خیلی از کارهایی که با این نگرش هایی که حالا به بعضیشون اشاره کردیم قرار ساخته بشه، اگر ما بخوایم با همون شیوه نوت نگاری سنتی این کار رو انجام بدیم، خیلی سخت میشه و یا حتی غیر ممکن میشه و بنابراین ممکن اصلا نتونیم اون ایده هامون رو پیاده بکنیم، یعنی تبدیل به اون نوت، به اون شیوه بکنیم و بخوایم پیش ببریمشون. پس ما احتمالاً نیاز داریم که بسته به اون ایده‌ای که داریم، یعنی این تصور منه، ما اول ببینیم که چه ایده‌ای داریم، چه کارهایی می‌خوایم انجام بدیم، چطوری می‌تونیم ایده هامون رو عملی کنیم و حالا چطوری اونها رو با نوازنده می‌تونیم در میون بذاریم که به راحت ترین شیوه و دقیق ترین حالت بشه این اتفاق بیفته، حالا اگر که میخوایم به این حالت بنویسیم. و بنابراین خب این میتونه نحوه نوت‌نگاری ما قطعه به قطعه و فرد به فرد متفاوت باشه و اصلا خیلی خلاقیت های مختلفی توی نحوه نوت‌نگاریمون اتفاق بیفته. البته در مورد همین مثال نوت نگاری، فکر میکنم نوشتن نوت میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه، مثلا مثل اینکه ما با در اختیار قرار دادن نوت به افرادی که قرار اون قطعه رو بشنون یا ببینن کمک کنیم که بهتر اون رو دنبال کنن یا متوجه بشن شاید، که خب اون هم باز یک مسئله دیگه است. حالا اگر این دلایل برای ما وجود نداشته باشه و ما برای ساخت قطعمون در واقع و حالا نحوه ارتباطمون با نوازنده، اگر قرار نوازنده اجرا بکنه، نیازی به نوت نگاری نداشته باشیم، تصور میکنم که شاید حذف این نوت نگاری بتونه به ما کمک بکنه برای اینکه ایده هامون رو خیلی آزادانه تر پیش ببریم، تا اینکه موقع این که داریم قطعه رو میسازیم و اون ایدم رو شکل میدیم، نگران این باشیم که قرار ما چطور اینو تبدیل بکنیمش به نوت و چجوری قرار نوت نگاریش بکنیم. البته میگم در صورتی که در قطعه‌ای که داریم می‌نویسیم و ایده‌ای که داریم نیازی به اون نوت نگاری نداشته باشه برای اینکه شکل بگیره، یا میتونه برعکس این باشه و در واقع نوتی که ما می نویسیم نیاز داشته باشه خیلی جزئیات بیشتری رو بنویسیم بسته به اون ایده‌ای که داریم و قطعه‌ای که داریم، که حالا در نوت نویسی به شیوه سنتی این مسئله رو نداشتیم. در آخر خیلی ممنون هستم از MMC و مدرسین دوره‌ها که این امکان رو برای ما برای یاد گرفتن فراهم کردند.